کنفرانس آینده ایران بعد از احمدی نژاد کنفرانسی بود که از طرف سازمان ملیت‌ها و خلق‌های بدون نماینده یا UMPO که حزب ما حزب دموکرات کردستان ایران یکی از اعضای اصلیشه و در رهبری جنبش نقش داره و عضو رهبری جنبش هم هست، این سازمان این جلسه رو تشکیل داد، این کنفرانس رو تشکیل داده بود که برای ما فرصتی پیش بیاره که ملیت‌های خارج از حوزه قدرت در ایران، ملیت‌هایی مثل کرد، عرب، بلوچ، ترکمن، آذربایجانی‌ها بتونن وضعیت کلی حقوق سیاسی خودشون رو در ایران در یک ارگان بین المللی مطرح کنن و ما تونستیم در اینجا مسائل کلی مربوط به روند اصلاحات در ایران رو مطرح کنیم که در چارچوب رژیم جمهوری اسلامی نمیتوان انتظار اینو داشت که یک روند اصلاحاتی کلی اصلاحات درست و حسابی در ایران شکل بگیره و هدف اصلی این جلسه این کنفرانس این بود که وضعیت ملیت‌های خارج از حوزه حاکمیت رو مطرح کنه و این مسئله رو روش تاکید کنه که بدون تغییر کلی در سیستم کنونی ایران، بدون تغییر رژیم، احتمال این که ما بتونیم به دموکراسی، به حقوق بشر، به حقوق ملیت‌ها دست یابیم وجود نداره و ما بدون اینکه قانون اساسی را تغییر بدیم، بدون اینکه رهبری مذهبی سیستم رو قدرتش از نفوذ و قدرتش کم کنیم یا اصلا نفوذ و قدرتش رو برداریم و بدون اینکه ما قدرت و نفوذ سپاه پاسداران در نیروهای در مسائل اقتصادی و در مسائل سیاسی دستشون رو کوتاه کنیم، ما نمیتونیم به دموکراسی دست یابیم و در چارچوب جمهوری اسلامی انتظار محدودیت قدرت این ارگان ها انتظار درستی نیست. بر همین اساس رفتن کل نظام، تغییر کل نظام هدف اصلیه و هدف اصلی مبارزه ملیت هاست، چون بدون تغییر کلی در سیستم جمهوری اسلامی و در سیستم کنونی اداری و سیاسی ایران نمیتوان به حقوق سیاسی و حقوق ملی ملیت های خارج از حوزه حاکمیت دستیابی پیدا کرد. سلام دوستان، اسم من حاج محمد کور، من از کانادا اومدم، عضو حقوق دفاع از حقوق ترکمن ها ایران هستم، سازمان دفاع از حقوق ترکمن های ایران هستم و من امروز اینجا در UNPO شرکت کردم، در سازمان خلقهای بدون دولت، و هرچند که خیلی چندان فاصله با وقت اطلاعمون از این نداشتیم، سعی کردم یه چند کلامی در دفاع از حقوق ترکمن ها صحبت بکنم. ولی در هر حال اینجا یه میتینگ خوبی بود در دفاع از حقوق ملیت ها، فقط در نه چندان فاصله دور که ما با چیز الیکشن رای گیری ریاست جمهوری در ایران داریم، یک صحبت و میتینگ خوبی بود در حمایت و درد چنیدن درد دل خلقای تحت ستم ایران. امیدوارم که همچنان که امروز ما جلسه داشتیم اینجا، جلسات دیگری هم ادامه پیدا بکنه به نفع چیز کردن، کم کردن ستم و مخصوصا ستم ملی در ایران بر علیه خلقای ایران. با سلام، ما امروز روز سه‌شنبه، روز 11 ژوئن در ژنو به مناسبت 23 اجلاس حقوق بشر سازمان ملل گرد آمده ایم و در یک پانل، بنده جز یک پانلیست بود، یکی از پانلیست های بودم که در مورد موضوع انتخابات آینده ایران، نقش ملیت های غیر فارس، نقش اعضای گروه های مذهبی غیر شیعه، سنی ها، و در این پانل صحبت شد که در انتخابات ایران زنها از کنار گذاشته شدند، سنی ها که در حدود شاید نزدیک 20% جمعیت هستند بنا به قانون اساسی کنار گذاشته شدند
اقلیت‌های ملی و مذهبی کنار گذاشته شدن و بنابراین این یک انتخابات آزاد نیست، بلکه انتخاباتی است کاملا مهندسی شده تحت نظر ولایت فقیه و رهبران نظامی و سپاه پاسداران. از طرف دیگه در این پنل صحبت شد که هر کدام از این آقایان، سه نفر آقایان، مخمل باف، ولایتی یا جلیلی رئیس جمهور بشود، هیچ فرقی به حال مردم نخواهد کرد. در حقیقت 4 سال دیگر خواهد بود مانند همین حکومت. منتها از طرف دیگه آگاهی ملی در بین ملیت‌های غیر فارس شدیداً رشد کرده است. این ملیت‌ها، ملل و اقوام مذهبی و ملی، حقوق خودشون رو خواستار هستند، خواستار مشارکت در امور سیاسی و اقتصادی کشور هستند. از طرف دیگه از نظر قانونی و از جهات دیگر هیچ حقوقی ندارن و بنابراین این جنبش ها به اضافه مسائل اجتماعی مانند بیکاری، اعتیاد و در از نظر جهانی ایزوله و ایزوله شدن حکومت در انظار جهانی و مسائل دیگر داخلی، اینها مسائلی هست که اگر بدون جواب گذاشته بشه باید انتظار داشت که جامعه در یک حالت التهاب به سر ببرد، اگر بتواند بیش از اون ادامه پیدا بکند.